توی این ویدیو میخوام یک بار برای همیشه این بازی کثیف رو تمومش کنم. مسعود اینجاست و این چنل بی پروه. سر بخوردم، حالم خیلی خوب نیستش، صدام میدونم گرفته است، خیلی صدام تو دماغیه، حتی من بای دیفالت همینجوریشم صدام تو دماغیه. دمتون گرم که چنل رو سابسکرایب میکنید، دمتون گرم که لایک میکنید، کامنت میذارید، مرسی. این تایتلی که براش ویدیو ساختم قبل از من شاید صدها بار ازش ویدیو توی اینستاگرام و یوتیوب دیده باشید، به چیز غیر عادی و غیر منطقی نیستش. یه سری آدم معمولی نمیدونم در خودشون چی دیدن، اومدن آنالیز کردن و مقایسه بکنیم دوربین حرفه‌ای رو با آیفون پرو، 13 پرو مکس، 14 پرو مکس، حالا جدیدا که 15 هم اومده، و اینکه یه سری عکس هم مقایسه کردن با هم دیگه که آره مثلا ببینید چقدر آیفون پرو و پرو مکس چقدر خوب تصویر برداری میکنن. این کسشری بیش نیست، ولی از اونجاش بیشتر لجن میگیره که خیلی از کسایی که حرفه‌ای دارن کار تصویر میکنن برای اینکه بازدید بیشتر بگیرن بیان از این تایتل استفاده میکنن. آقا یه دوربین مثلا سری حرفه‌ای سونیک، کنون، نیکون آوردشن آوردن با یه دونه آیفون مثلا سری پرو، حالا 13 و 14 و 12 و 15 شو اصلا کاری نداریم. این چه مسخره بازیه؟ یعنی من نمیفهمم، شما یا کانسپت تصویر رو نمیفهمید یا کانسپت سنسور رو نمیفهمید یا مفهوم دقیق دیافراگم رو نمیفهمید. یعنی شمایی که کار تصویر میکنید حتی الفای کار خودتون رو نمیدونید، اگر میدونید برای چی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنید؟ یه موضوعی که خیلی اهمیت داره سایزه، که خیلی هم میگن سایز اهمیتی نداره، ولی من اینجا بهت میگم که سایز خیلی اهمیت داره. سایز واسه اونایی اهمیت نداره که ندارنش. مگه شما میتونی با یه دونه سنسور مثلا 1.2, 1.23 الان تصویرش داره میاد و میبینید و مقایسش با یه دونه سنسور فول فریم، مگه شما میتونی با متراکم کردن پیکسل ها بیای و به اون تصویری برسی که روی دونه سنسور فول فریم میتونی برسی؟ من این دوتا رو بذارم کنار. من توی این ویدیو میخوام به نکته ای اشاره بکنم که هیچ یک از کسایی که قبل از من ویدیو ساختن در با این تایتل بهش اشاره نکردن. نمیدونم چرا، اصلا الان نمیخوام دنبال چرایی اون داستان بگردم، نمیخوام دنبال این باشم که طرف میدونست و نگفت یا نمیدونست و نگفت. اگه نمیدونست و نگفت که دیگه خیلی بدتر، یعنی کاش بدونن و نگن. یه نکته وجود داره، اینکه چه شما میای تصویر آیفون رو با تصویر مثلا از سونی آلفا 7 آر مقایسه میکنی، آلفا 7 مارک 4 مقایسه میکنی، می با دوربین های حتی ویلاگ کراپ فریم مقایسه میکنید، این اصلا با هم قابل قیاس نیستن. چیزی که توی تصویر اهمیت داره وقتی که شما داری روی مود حرفه‌ای تصویر برداری میکنی دیتای تصویره. زمانی که شما داری عکاسی پورتره میکنی، داری عکاسی میکنی، داری تصویر برداری میکنی، داری تصویر برداری ادونچر میکنی، زمانی که نور تابیده میشه به جسمی که شما میبینی، به فردی که شما داری میبینی، به صورتی که داری ازش پورتره میگیری و بازتابش از دهانه لنز به واسطه یه دیافراگم میاد استک میشه و میچسبه روی سنسور، چه جزئیاتی از رنگ، از نور، از سایه ها و چیزهای دیگه داره کپچر میشه. شما اگر روند حرفه‌ای شدنتون خیلی سریع باشه، خیلی سریع متوجه میشی که اشتباه کرد. یعنی اونجایی که احتیاج پیدا میکنی به جزئیات تصویر بیشتر، متوجه میشی که دیگه آیفون کارتو رو در نمیاره. شاید همین الان خیلی بگن که آقا تو روی حالت رو نمیدونم پرورس راو ضبط میکنیم این اتفاق میفته. نه، یه سری چیزها به توان فیزیکی لنز، توان فیزیکی دیافراگ، توان فیزیکی اکسپوژر، توان فیزیکی سنسور برمیگرده. اینکه شما 48 مگاپیکسل رو روی سنسور 1.1 و 1.2 و 1.3 قرار میدی
اون پیکسل هایی که روی سنسور هستن دیگه به لحاظ فیزیکی نمیتونن اون دیتیل رو به اندازه کافی درک بکنن و ضبط بکنن. ضمن اینکه دیاف 1.7 یه دونه لنزی که خودش اندازه یه نمیدونم کمتر از یه دونه عدسه چه کمکی میتونه به شما بکنه؟ مگه شما، من تا قبل از این خیلی به تکنولوژی های اند اعتقاد داشتم، ولی رفتم گوپرو خریدم. من گوپرو 10 خریدم که نسل آخر بودش وقتی خریدمش، و وقتی تصاویر رو روی رو ضبط کردیم و آوردم مقایسش کردم، دیتاش رو مقایسه کردم با سونی دوربینه، حالا دوربینه یه دوربین اینترچنجبل فول فریم، اصلا اینترچنجبل بچه‌ها یعنی لنزش رو شما میتونی عوض بکنی، مثلا خیلی چیز نمیخوام کلام قلم به سرم بگم. وقتی آوردم مقایسه کردم متوجه شدم که اصلا من داستان رو اشتباه فهمیدم. لطفاً این ویدیو رو برای دوستاتون که سر دوراهی موندن، آقا برام 13 بخرم ضبطم بکنم، ویلاگم هم بگیرم، اینستاگرامم هم بچرخونم، چنلم هم بچرخونم، نه، این ویدیو رو بازنش بدید برای اونا و بهشون بگید که اگر فکر میکنی، اگر هدفتو بزرگ میبینی، تو داری هدفتو بزرگ میبینی که بری روی 10K 100K فالوور بگیری، سابسکرایبر بگیری، کار بکنی، اگر هدفتو داری بزرگ میبینی، بهت پیشنهاد میکنم این کار رو نکن. این اون چیزیه که من بهش رسیدم، دارم به شما انتقال میدم. لطفاً این کار رو انجام ندید. لطفاً اگر هدفهای بزرگ دارید، ابتدا هم پارشید برید یه دونه آیفون بخرید، بعد که حرفه‌ای تر شدید دوبار پول بدید، متوجه بشید که اصلا اون دیتای تصویری که احتیاج دارید. و فقط موضوع، اصلا موضوع کار تولید محتوا نیستش، موضوع اینه که شما بعدا نمیدونم داری کار ادونچر میکنی، نمیدونم کارهای دیگه داری انجام میدی، یه جایی میخوای تصویرهای سنگین ضبط کنی، دیتیل تصویری که داری ضبط میکنی برات خیلی اهمیت داره، نکن این کارو. ابتدای شروع کار عکاسی هستید، اگر وسعتون میرسه برید دوربین فول فریم بخرید. میدونم که گرونه، خیلی ها برای ابتدای کار عکاسیشون میرن دوربین کراپ فریم میخرن و بعد که حرفه‌ای تر میشن متوجه میشن که باید برن دوربینشون رو عوض بکنن. اندازه سنسور، سایز سنسور بیشترین اهمیت، کوالیتی سنسور، کیفیت و تکنولوژی سنسور بیشترین و بیشترین اهمیت توی کوالیتی تصویر رو داره، و بعد از اون لنز و اینکه چه شارپنسی، چه تصویر کریستاله و شفافی میتونه از توی عدسی‌های خودش عبور بده، اندازه دیافرایم تا چه حدی باز میشه بسته به نوع عکاسی و ویدیوگرافی که میخواید انجام بدید، خیلی اهمیت داره بچه ها. این چیزهایی که به لحاظ فیزیکی به خاطر اون سایز و فرم و اون پلتفرمی که حالا گوشی های تلفن همراه دارن، امکانش وجود نداره این اتفاق بیفته. بازم روی تصویر دارید میبینید شیائومی اومده یه کارایی کرده، ولی ببینید ساختار تغییر کرده. یعنی برای اینکه برسید به کوالیتی، اصلا همین تصویری که دارید میبینید کاملا مصداق حرفای منه. شیائومی برای اینکه برسه به اون تصویرهایی که دوربین های حرفه‌ای میدن، اومده سایز سنسور رو برده سمت دوربین های حرفه‌ای، اومده لنز اضافه کرده. ببینید اصلا کلا بازی تغییر کرده، پلتفرم تغییر کرده. این امکان وجود نداره که شما بگید آقا اصلا من دارم عمق میدان‌های مختلف رو با عدسی‌های مختلف پشت آیفون، سامسونگ S23 اولترا، نمیدونم دیگه بقیه مدل‌ها رو بلدم نیستم، نمیدونم هاوی سری پی، شیائومی اولترا و این چیزا، اومدن این همه لنز اضافه کردن و آه خیلی ما خفنیم، نمیدونم عمق میدان‌های مختلف رو داریم با دریچه‌های دیافراگم مختلف در واقع ضبط می‌کنیم. اصلاً وقتی که سنسور پشت داستان کوچیکه، شما نمیتونی موبایل رو با دوربین مقایسه بکنی. این مقایسه مفارقه.
ازتون خواهش میکنم تا جایی که امکان داره این ویدیو رو واسه دوستاتون بازنشر بدید. من فکر میکنم که لپ مطلب رو برای این تایتل که نمیدونم آیفون یا فلان دوربین ادا کردم. حالا آیفونت رو هر مودی که میخوای قرار بده قرار بده. اصلا هم یک نکته هم بگم، این نکته آخر، اصلا هم به حجم دیتایی که داری ضبط میکنی اهمیتی نداره. اینجا آیفون رو شما روی حالت ویدیو روی مثلا اپل پرورس شما قرار بده و یه حجم سنگینی از دیتا رو ضبط بکن. حجم دیتا خیلی زیاده و من بهتون قول میدم که شما روی این مود با اپل دیتای خیلی زیادی رو از تصویر میگیری. اصلا شکی توش نیست و اصلا شکی توش نیستش که شما اگر آیفون داشته باشی رو حالت پرورس میتونی دید تصویری بگیری فراتر از توان یک گوشی تلفن همراه. همه اینها درسته، اصلا رد نمی کنم. من اصلا تکنولوژی رو رد نمی کنم. من آدم تکنولوژی هم، من عاشق تکنولوژی هم، اصلا ردش نمی کنم، کاملا درسته. ولی چیزی که وجود داره توی استخون داستانه، شما میتونی باهاش ضبط کنی. بهتون گفتم نکته آخره، حجم دیتا خیلی زیاده چون دیتیل تصویر و دیتیل و جزئیات زیادی از تصویر گرفته شده به واسطه همون حجم خیلی زیاده. دقیقا روی دوربین، اگر شما دوربین مثلا سونی دارید بذاریدش روی حالت اسلاگ، اگر کنون دارید بذاریدش رو حالت سیلاگ، اگر درون دی جی آی دارید بذاریدش رو حالت دیلاگ، اینا اول اسمشون رو آوردن در واقع رو حالت لاگ قرار دادن که بیشترین دیتای تصویر رو شما میتونید رو مود منوال کپچر بکنید. خب حجم توی این هم زیاده، توی این هم زیاده، ولی در نهایت و در نهایت و در نهایت دیتیلی که شما اینجا داری میگیری که بعداً توی پریمیر، توی افتر افکت، توی داوینچی ریزال بیاید اینا رو با هم دیگه حالا میکس بکنید و در واقع دیتای تصویر رو کالر گریدینگ بکنید، با نور بازی بکنید و با جزئیات تصویر بازی بکنید، اونجاست که در واقع وقتی شما داری کار حرفه‌ای انجام میدی متوجه میشی که این دوتا اصلا با هم دیگه هم مقیاس نیستن. این دوتا با هم دیگه اصلا هم مقیاس نیستن. دیگه ادامهش نمیدم. این ویدیویی بود که خیلی وقت بود میخواستم این تایتل رو بسازم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. باز ازتون خواهش میکنم که این ویدیو رو واسه دوستاتون نشر بدید، شیر بکنید، حتما سابسکرایب بکنید اگر این ویدیو رو دوست داشتید. خیلی نخواستم تخصصش بکنم، در تمام طول ویدیو تلاش کردم که ویدیو رو خیلی تخصصی نکنم، به یه زبونی بگم که همه متوجه بشن. و تا ویدیوی بعدی، بدرود.